امروز 21 جولای هست 2021 و اولین خبر که یک ساعت پیش اومده Mastercard to deliver payment card offering for crypto companies. Mastercard integrate کرده خودش با USDC که من همیشه دارم در مورد این شرکت سرکل میگم گفتم چقدر این مهمه این شرکت سرکل شرکت سرکل هم میخواد پشتیبانی دکسان باشه که آدمایی که توی کریپتو نیستن بیان توی کریپتو و چیز خوبیش اینه که پلتفرم مسترکارد میخواد USDC بفرسته که مردم میتونن دیجیتال باشن که خیلی خوبه این اولین آنبوردین اکسپریانس هست که آدمای ریتل که توی کریپتو نیستن اما مسترکارد دارن میتونن بیان تو شبکه‌های چی؟ شبکه‌های کریپتو این اولین نشونه‌های مارکته و حالا این خبرش مده بیرون اما بعد دو سه سال وایسی که مس بشه که مردم بفهمن میدونم 100 درصد که اگه میخوان USDC بعد برن آنلاین بانکینگشون رو چیز بعد روشن کنن و از اون USDC ایمپلمنت میشه بعد کم کم اما میشه دیگه دو سه سال دیگه خبرش امروز مده اما به پرایس تغییر میده دو سه سال دیگه خبرهای دوم اینه که خود آقای سعید اینجا فرستاد تو تلگرام گروپ اینجا بیت کوین لیکوید اند ایلیکوید سپلای هست تکنیکلی این نشونده که توی شبکه‌های بیت کوین تو این صرافی‌هاش چند تا بیت کوین مونده و نشون میده که اگر اینجا ببینید ماوس رو می‌بینید فکر کنم ماوس رو می‌بینید می‌بینید که دوباره illiquid supply bitcoin داره کم کم میاد برای پایین و مردم دارن همش دارن میخرن چون آبیه همش illiquid guys there's no bitcoin there's really not enough bitcoin برای همه و مردم اونا که نمیفروشن بیتکویناشونو همش داره دیکریس میشه و demand داره میره بالا supply and demand یه fundamental چیز هست که کم کم به پرایس تغییر میده. الان میدونیم که مثلا هفته 30,000 تا بیت کوین خریده میشه. اما به الان پرایسش نشون نمیده. This is a lagging indicator که مارکت بعد ان میفهمه. الان این همه خبر خوب پرایس بیت کوین هنوز هیچ رفلکشنی نداده چون فاندامنتال نیوزای اینجوری they take time. وقت میکشه. شاید یه هفته، شاید یه ماه، شاید یک سال. اگه یادتون باشه یه مثالات بهتون بگم XRP که موقعی داشت ایردراپ میکرده اون ایردراپ رو تقریبا یک سال و نیم اعلام کرده اما به آخرین ماهش پامپ کرد So, اینجور چیزا وجود داره و یه خبر خوب میسم بولیش از فاک معنیش دو سال دیگه بولیش از فاک میشه پرایسش اما از الانش نمیتونه بشه میتونه بشه چرا که نه مثل امروز میتونه باشه چون لایو امروز اما اندرستندینگه هیچی نساختن برای جمله‌ای که برسن که بیت کوین چه چجوری کارپرات کمپانی ها کار میکنن و میتینگ امروز هم که همین که آقا محمد گفته راجب بیت کوینه اما راجب اینه که کارپرات کمپانی ها شرکت ها چجوری میتونن بیت کوین استفاده کنن و کمکشون کنن و این در موجب اینه اینم آن چین دیتا بیت کوینه حالا میریم برای آنچین بیت کوین لایو بیت کوین که امروز همین الان که میبینیم 3064 بیت کوین خریده شده و آوتفلو کردن توی یه والتی یا یه تریزری یا یه کولد والتی پس میبینیم که مردم دارن هنوز میخرن آنچین دیتا که امروز دارم میبینم 3000 تا بیت کوین آوتفلو شده امروز بریم تو هفت روزش میبینیم که تو این هفت روزش اشتباه است چون کوین بیس اعلام کرد که هیچ نفروخته این اشتباه است این دیتاش سکیوده و بدون که این منفیه الان میگم منفی 10000 دلار نه منفی این بعد تقریبا 17000 دلار باشه اشتباه است این 33000 دلار اینم که اینم اشتباه میشه اما بدون تو 30 روزه هم که منفی 15000 تا بیت کوین خریده شده این اشتباه است این شماره رقم اینجا شد حالا بریم برای کوین گکو بریم تو 24 ساعته بریم کیا برندن کیا باختن تو این مارکت پالیگان 30% رفته بالا فورچین 30% کوانت 30% اکس اینفینیتی 25% داش 20% داش
واو. تلکوین 20 درصده، فیتا 18 درصده، آی سی پی 18 درصده. پس میبینیم تو این دو سه روزه اگه شماها یا هر کس دیپو خریده تو این دو سه روزه، تو سودی، you're in profit، که خیلی خوبه. تو این 24 ساعته کیا ضرر کردن؟ لیو توکن، بیت کلاود و دلار. دلار 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 دلار. تو دلار باشی ضرری. اوکی. یه وبسایتی هست که میخواستم معرفی کنم که دیروزم اینتروڈیوس کردم که اسمش 9000.hal.xyz. یه وبسایتی هست که من خیلی وقتا این جور وبسایت پیدا نمیتونستم بکنم و مشکل میداد به من. این وبسایت چیکار میکنه؟ هیچی نزد نمیخواد، میتونی ایمیل گلابی هم بسازی هرچی که دوست داری و چیکار میکنه؟ والت ها رو ترک میکنه برای که هر کس که دولت باشه یا پلیس یا کسی پولاشو دزدیده بیاد اینجا، والت ایشونو بزن اینجا، حتی پولش بره تو صرافی آمارش میاد، یا بهت ایمیل میدن، یا بهت تو دیسکورد جوابتون میدن، یا بهت تکست مسیج میدن، یا هرچی. همه جا رو میکنه، تو یونی سواب، سوشی سواب، وان اینچ میکر، چین لینک، کامپاوند، آوی، پول، واتچ ترانزکشن، واتچ کانترکت، واتچ ایونت، کران تریگر. من اینجور وبسایت خیلی وقته که میخواستم، ترک توکن ترانسفرز. خودم دارم استفادهش میکنم، من خودم دوتا تریگر دارم که خودم برای خودم ساختم که دوتا والت رو میخوام نگاه کنم که دارن چیکار میکنن، والت های ویلا و یه دونه والت اینستیتوشنه، یه شرکته. اینم لینکشه که میتونین تو یوتیوب هم ببینین، 9000.hal.xyz. یه دونه اکانت ساین اپ کن، یه اکانت قلابی دن استفادهش کن، چون کمکت میکنه، اسپشیال اگر کسی پولاتو دزدیده یا میخواد دنبال یه شرکت باشی یا پلیسی یا دولتی، این بهترین وبسایت برای شما. Moving on، بریم برای چارت دیگه. چارتس، beautiful چارتس. دیروز داشتم بریو نیو کوین ایندکس رو بیت کوین نشون میدم و از 2011 تا الانش داشتن نشون میدن که 1.618 باونس میکرد. دیروزم گفتم که ببین حتی هم که روزانم به بند زیر 30000 تا میتونه فیک اوت باشه. چی شد؟ بوم بوم، خودش الان کشید بالا. الان داریم چارت رو داریم نگاه میکنیم که ببین اینجا چی خبره، که میبینیم اینجا که داونورد تایتنینگ ویج هست، که میتونه چیکار کنه؟ میتونه از اینجا رنج بزنه، میگه بلا 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 پایین بلا پایین بلا پایین. اما باید بدونیم که 105 هم یه خبر هم هست، پس میتونه چی باشه؟ با این خبر امروز یه ذره پامپشو کرد، پامپ پیشبینیشو کرده، یادتون باشه پامپ پیشبینیشو کرده. الان هر رقمی پرایس امروز بره بالا is retail. این آدم هایی که پشتبانی این خبر رو میدن، چی میگه ایلان ماسک، چی میگه جک دورسی، چی میگه کافی وود، به دوستاشون گفتن. این هم دوستاشونه، میبینی؟ این دوستای اونا. فینیتو. هرچی دیگه از اینجا پامپش از 31000 تا بالاتر، ریتیل شما ها هستین. 105 اگه چیزای خوب خوب گنده گنده بگن، چی میشه؟ پامپ اند دامپ. پامپ اند دامپ. اما میرسه نه به اینجا، میرسه برای 31400 یا 31000 تا. پس موزه به اینا باشین که پامپ اند دامپ میتونه بشه تو این مارکت. مکدی هم که نگاه میکنین تو روز آنه، میبینین که هنوز نمیتونیم بگیم بولیش دایورجنس دیگه هستش، اما میتونیم بگیم داره ریتست میکنه به این خط، تقریبا این خط نارنجی که کشیدم آبیه و نارنجی اینجوری میشه، و شاید اگه این نتونست بشکونه ریجکتد بشه دوباره بیفته برای موقع بریش، که میتونه اینجا رو اکستند بکنه. اما همیشه هم گفتم که هنوز 4 روزیه فرصت داریم، چون هفتگی نوسته، هفتگی این هفته خیلی مهمه، بعد بالای 30600 تا باشیم. الان شماره ما 31426 دی، خیلی خوبه الان، اوکی. هنوز 4 روز دیگه مونده، هیچ لازم نیست که استرس بشی، ناراحت بشی، مور انیتینگ. هنوز باید صبر کنیم تو این 4 روزه ببینیم چی میشه. بیبریم برای هفتگی بیت کوین.
هفته بیت کوین داره میگه کم کم مکدی میخواد بره روند سودی. این خیلی وقت هم دارم میگم که موقعی که اولین ایندیکیتور ولیومش داره اینجوری میکنه میخواد بره بر روندهای سودی، که تقریبا از پشتبانی بیت کوینم که اگر از پستم همیشه میبینی، میبینی که پامپ میکنه میره بالا، تقریبا همیشه اینجوریه. مثل میبینی اینجا رو از اینجا از 17 همه نه بگم این شماره 19 همه آگست 2019 تا آپریل 2020 مکدی داشته دیکلاین میکرد، اما موقعی که پامپش مکدی گرین شده تقریبا اینجاست خودشو کشید به بالا و تقریبا 750% سود کرد. از پارسال خریده بودی 750% سود کردی، اوکی که اگه امروز مارکت هم مدی it's no problem، میره بالا، تقریبا میدونین که میره بالا و ناراحت نمیشین چون اینو میدونین. وقتشو تقریبا من دارم میگم آگست، اما شاید هم اشتباه باشم، من از ماه پیش گفتم جولای میشه، جولای نشده هنوز، جولای هنوز روزی جولای هست، الان چند روزی که برای جولای هست، یک هفته دیگه هست برای جولای، میتونه آخرین هفته جولای بره بالا، ماه هفتگی و ماهانه این ماه بره بالا، اما it's too soon to tell. اما داریم این کم کم داره این اتفاق میشه. حالا بریم برای ماهانه. خیلی وقت من ماهانه رو بیت کوین نشون ندادم، هنوز 10 روز دیگه مونده برای ماهانه، و چیزی که دارم میبینم چون هفتگی داره به من اینو میگه، میدونن که 100% این آبیه و این نارنجیه چیکار میکنه. ببین باونس میکنه. چرا میگم باونس میکنه؟ چون هفتگیش داره فلیپ میکنه. هفتگیش فلیپ بکنه ما این ماهانه باونس میکنه. This is just a given. اصلا لازم نیست که هیچی. It's a given. موقعی که ناراحت میشم و این ولیوم قرمز میفته اینجوری، اینجوری میاد، کی میاد این ولیوم قرمز؟ اگر هفتگی امروز زیر 3600 باشه دیگه قرمز میشه، اینجا دیگه تموم شد. مولتی ایر بیر مارکت که تقریبا چقدر طول میکشه اگر از اینجا تا اینجا بگیرم؟ تقریبا یک ساله، یک سال باید صبر بکنی که دوباره یه ذره روند سودی بیاد، بعد اون دوباره چی میشه؟ بعد از یک سال یه مینی پامپ میاد، دوباره 213 روز هم دیگه بعد به اضافه وایسیم. So it's okay, no problem. اما 4 روز دیگه میفهمیم جواب ما 4 روز دیگه میاد. حالا برم تو 4 ساعته اینو اوتو بزنم. حالا بریم برای چی؟ برای اتریوم، ایفر. Let's go to ETH USD تو شبکه کوین بیس و میبینیم که اتریوم داره همه تارگت هایی که من اینجا سپورت و لاین ریزیستنس کردم داره همه رو داره کم کم میشکنه. 35 دقیقه دیگه ریزیستن لاین اینجا هم میشکنه و ریتست میکنه که ریزیستنس دومش کجاست. اینو باونس میکنه و میره برای بالای اینجا، تقریبا 1977 میتونه 2000 تا رو بزنه، میتونه یه ذره بالاتر از اینم بشه، بشه 2000 تا، اما بدون اینجا ریزیستنس، ریزیستنس اند سپورت، سپورت ریزیستنس، سپورت 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 ریزیستنس ریزیستنس سپورت ببخشید ریزیستنس 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 نتونست کشید پایین. ببینیم که اینجا یک ببخشید یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، شش بار، هفت بار اینجا رو تست کرده. و اگر پشتی هم ببینیم هفت بار، هشت بار، نه بار، ده بار، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هیفده. هیفده بار این خط تو اینجا رو تست کرده توی چهار ساعته. پس یه بار دیگه بزنه میتونه بشکونه. Think about that. تقریبا the average is 12 بار بعد تست بکنه یه خطی اینجوری رو. الان ایتریوم 17 بار تستش کرد. 18 بار رو میزنه بشکونه بره با بالا. اگه 17 بار رو بزنه خط بعدیش کیه؟ اون قرمز است. بعد از این اینه، بعد اون این خط اینجاست. که تقریبا 2030 دلاره. 2064 دلاره، باز اون بالاترین باسش که مووین اوریج هم هست، مووین اوریج 111 تا که زیر ببخشید بگیم زیر 2100 تا، چون یه فیکاتی هم براش میاد. اینجوری میشه. پس میبینید تو 400 مکدی بولیش شده. ببینیم
بولیش دایورجنسی هست. Let's have a quick look. اگه من اینو زوم اوت بکنم یه ذره و اینو بکشم. ببینین که بولیش دایورجنسی نیست. اما مثل بیت کوین میخواد چیکار کنه؟ این خط بیرونش رو تست کنه. اگه خط بیرونش رو تست کنه و بکشه خودش رو بالا، دوباره خودش رو میکشه پایین و میره برای روند سودی اینجوری. تقریبا اینجوری میشه. اگر اینش رو بشکنه، اگه نتونه دوباره میکشه برای پایین اینجوری میفته. و کم کم دوباره از اینجا رنج میزنه تا هفتم آگست. اینم برای ایتریوم. بریم برای ایدا. ایدا تو شبکه بایننس میبینیم، چون بایننس مور اینفورمیشن داره. و ماما میا که میبینیم که ایدا از بشمارم تو این از دیشب تا حالا 11% 11.5% پامپ کرد. واو. تو کف بازارش که من اینجا کشیدم باونس کرد. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. و اما داره ریزیستنس پیدا میکنه تو این خط اینجا، اما بالای خط هم هست. پس چی میشه؟ اینجوری رنج میزنه. حالا چیزایی که دیگه بعد بیارم بیرون که بدون بالاتر از این میتونه بره بالا، بعد RSI بیارم بود. و RSI به من چی میگه تو 400؟ میگه من میتونم بالاتر از اینم برم، فرصتشو دارم، جونشو دارم، وقتشو دارم، همه چیزشو دارم، میتونم. پس نگاه میکنیم اگه میتونه تو این 32 دقیقه دیگه بالای این خط باشه یا نمیتونه بشه. تقریبا که دارم نگاه میکنم، بذار من ببینم، 0.13% بالاست از این خط اینجا. اگه همینجوری ادامه بده تو این 435 دقیقه دیگه، ببینین که کاردانو هم که کجا میرسه، تقریبا میتونیم بگیم حداقل 1.17 بزنه. اگه 1.17 زد و بیرونش مده توی 400 بعدی، ریتست این ترند لاین میتونه بکنه و ریتست توی این ترند لاین اینجا. پس دوتا ریتست ترند لاین اینجا نگاه میکنیم. خیلی خوبه. حتی هم آرس هم به من گفته که ریورسل داره میاد، چون رفته برای اوورسولد تریتوری. پس میبینیم که برای الان مارکت یه چیز اتفاق خوبی میفته. سطح 5 انگلیس، 9 امریکا، 8 ایران، و داره پامپ پیشبینیشو دارم میکنم. سو میتونیم به خودمون بگیم با این آنچین دیتا، با این اینفورمیشنی که داریم، این چارتی که داره میاد بیرون، این همه شرکتات که دارن میسازن، اتفاق خوب برای این ماه، آخر این ماه میاد و ماه آگست میبینیم که سودی باشیم یا نه. این برای خودتون بچه ها، این دیگه دمجوری این خودتون فکر کنید. مرسی به همه، مرسی که همه تو زوم هستن، مرسی برای بچه تو کلاب هاوس که گوش دادن. تلگرام گروپ من که آقا سعید فرستاد، cryptocurrency_media. یوتیوب کانالم که بخش امروز آپلود میشه،